تماس های بعدی رو بس بکنم، نادر یک سوال از شما بکنم. شما خب میدونم که تحقیقاتی در مورد قتل عام زندانیان سیاسی کردین و اخیرا هم کتابی نوشتید به نام از آشویتز تا تهران، که این کتاب رو به شهدای راه آزادی به ویژه به جانباختگان قتل عام 67 تقدیم کردین. اولا میخوام بپرسم که چرا این نام رو انتخاب کردین و در مورد ارتباطش با قتل عام لطفاً برامون توضیح بدین. به نظر من جالبیه، ولی خب قبلش اگه اجازه بدیم من یه توضیح کوتاهی بدم. این نام میگه اسمش از آشویتز تا تهران، دو تا نام مشخصه. حضورتون عرض شود که آشویتز شهریه در لهستان، یکی از اردوگاه‌های بزرگ کار اجباری هیتلر در آشویتز بوده که بزرگترین جنایت و هیتلر در واقع اون تو انجام داد. اردوگاه بیشتر زیاد بود ولی این یکی حسابش جدا بود. یه محموله بعد جنگ جهانی دوم از این محل به ایران وارد میشه که در رابطه با این اسم نقش داره. قسمت اولش هم اگه من تقدیم شهدا کردم، چون این کتاب دو تم داره، یه تمش در مورد 67، من مدت‌ها از آدمایی که شاهد این ماجرا بودن در گوشه و کنار شهری که زندگی می‌کردم آشنا شدم، سوال کردم، برام تعریف کردن که واقعه به چه صورت بوده و و و یک سال، دو سال، سه سال طول کشید و این رو من ضبط کردم، عین شاهد گفته‌های شاهدای اونجا در مورد 67، نیمی از این کتاب. خب اگه من این کتابو به قربانیان و جانباختگان سال 67 تقدیم نکنم، پس به چه کسی تقدیم کنم؟ یک، این جواب این سوال. جواب اول اینه که حضورتون عرض کنم که این کتاب یک دو تا تم داره، یکیش همین 67، یکیش واقعی آشویتزه. بعد از جنگ جهانی دوم لباس‌های قربانیان آشویتز توسط تاجری خریداری شد، وارد ایران شد. این اسم اینطوری ارتباط پیدا می‌کنه. یک، دوم، 67 هولوکاست ایرانه. آشویتز از علائم برجسته هولوکاست هیتلریه. باز اینجا هم این اسم ربط پیدا میکنه به هم، از آشویتز تا تهران. این دوتا تم به صورت موازی جلو میرن تو این کتاب و ما میبینیم که اون چیزی که تو آشویتز اتفاق میفته نظیرش هم سال 67 تو زندان اوین یا زندانهای دیگه اتفاق میفته. بعد متوجه میشیم دیکتاتورها در هر کجای جهان که باشن نقاط بسیار مشترکی با هم دارن. متوجه این طوری قضیه اینه که این اسم 100% با محتوای کتاب وقتی خونده بشه دقیقا هماهنگی داره، از آشویتز تا تهران. که حالا اگر قرار شد راجع متنش من صحبت بکنم یا اگر انترسی هستش، خب یک کمی یه دقیقه دو دقیقه هم به راجع چرا اون محتوا چی بود که اومد. الان بگین لطفا کوتاه بگین چون فرصت هم. بعد جنگ جهانی دوم متفقین این جنسایی که توی این اردوگاه ها مونده بود لباس بود و وسایل های دیگه، اینو تحویل صاحبانش دادن که کسایی بودن که از اردوگاه ها زنده مونده بودن، اومده بودن بیرون، اومده بودن تو شهر. حضورتون عرض کرد که یک تاجر ایرانی به نام مشخص اسمش، همه ایران هم میشناسنش چون پاساژ های مختلفی داره داشته، این محموله رو میخره. این محموله وارد ایران میشه، در حدود تقریبا 4 میلیون تیکه لباس بوده. این لباس ها مال قربانیان آشویتز و اردوگاه های دیگه بوده. وارد تهران میشه و چون زیاد بوده جنس، این تاجر اینو به صورت عد میفروخته، نه اینکه باز کنه بفروشه. مردم میخریدن میبردن تو بازار یه محله خاصی، اینها رو باز میکردن با ترازو و قپون میفروختن. توجه دارین؟
میفروختن و از شهرستانا خبردار شدن، اونها اومدن گرفتن بردن. حالا یا میدونستن این لباس ها مال کی هست و یا نمیدونستن، هیچ اهمیتی برای مردم اون روز نداشت. این یه واقعی 100% درست هست و من شاهد زندگی قضیه هستم، چون تو این ماجرا بچه بودم، بودم، دیدم. و تو این لباس ها فرض مثلا بازوبندی بیرون میمد و تو جیب پالتویی که علامت داوود روش بود میبستن به بازیشون، و یا چیزهای دیگه ای. حضورتون عرض شود که این واقعیته، هم آشویتسش هم 67ش. ولی تو این کتاب رویا پردازی های منم به عنوان نویسنده وجود داره که اون مشخصه، یعنی قاطی این دوتا مختلف، قاطی با این دوتا مسئله تاریخی نمیشه، اینها جداست، ولی در این حال هر دو به هم وصلن و این تمای فریش خرج این دو تم اصلی میشه. و نهایتا ما میبینیم که در انتهای کتاب 67 ما واقعا مشابه خود هولوکاست هیتلریه، با اسنادی که رو میشه ازش، با علائمی که تو اون کتاب وجود داره. نمیخوام بیشتر راجع به کتابش توضیح بدم، باید خونده بشه کتاب. همون چیزایی که تو آشویس دیده میشه توی 67 هم وجود داره. این داستان خلاصه ای از این کتاب 200 صفحه است. نمیدونم حالا چقدر به اصطلاح تونستم برسونم، نمیدونم. حتما که باید فرصت بیشتری این باید باشه که بشه حول محتوای کتاب بیشتر پرسجو و سوال و جواب کرد. انشالله فرصت باشه در البته ایرانی که ما همه هم میدونیم علاقهش به کتاب کمه، کتاب خون کم داره، ولی یه رمان تاریخی سیاسیه، مقاله نیست یا خاطرات نیست، رمان کتابیست موندنی. حالا امروز خونده نشه احتمال زیاد داره که فردا فردا فردایی بعد فردایی بعد خونده بشه، یعنی خاطر من اینقدر جمع هست. بسیار خیلی ممنون خانم بیژنیان. شما هم شما خودتون اشاره کردین، هم خواهرمون پوران که وصف شدن اشاراتی داشتن به خواهر شما مجاهد قهرمان زهرا بیژنیار از شهیدان قتل عام سال 67. میشه در مورد این شهید سرفراز هم برامون اگر که توضیح داریم بفرمایید، چه پروسه ای طی کرد، چطور به دست دشمنان به شهادت رسید؟ زهرا متولد 1336 بود. هنگام دستگیریش همطور که خواهرمون اشاره کردن سال 1160 دستگیر شد، باردار بود و ما وقتی متوجه شدیم که دستگیر شده از طریق کسایی که میتونستن تو با اوین رابطه داشته باشن و اینا بهشون رسوندیم که این بارداره، و ولی متاسفانه زیر شکنجه های شدید بچهش رو از دست داد و بعد 10 سال حکم گرفت، بهش حکم 10 ساله دادن. زهرا از اولین کسانی بود که به اون خونه های مسکونی رفت، خونه های مسکونی وحشتناک که واقعا هنوز نمیدونیم چی به سر اینا آمدن. من فقط یادمه که بعد از اینکه این از 6 ماه تو این خونه های مسکونی بود، بعد که اومد بیرون برای اولین بار نمیدونم چند وقت بعد ما دیدیمش، دقیقا نمیدونم، خودش به من گفت ببین من 6 ماه یک پیراهن داشتم، با یک پیراهن مدت 6 ماه بودم، هیچ مسواک نداشتم و پوست صورتش اینقدر نازک شده بود که اصلا من میدید فکر میکردم تمام مورگا دیده میشه و پوست شده بود در اثر ندیدن نور. این خونه های مسکونی و مثل اینکه اونجا که بوده خیلی دروغ بهش گفته بودن که نمیدونم خانوادت رو کشتیم، عدس دادیم، تو شرایط بسیار سختی رو گذرانده بود. چشمش 8 شده بود، 8. پاهاش داغون بود، یعنی بهمون نشون داد که یه جورابی درست کرده بود با زخامت زیاد. سردردهای شدید داشت، دندوناش بیشترش اصلا شکسته شده بود
با هر ملاقاتی که میرفتیم من از یه سنی دیگه به منم اجازه میدادم میرفتیم ملاقاتش با خانواده، ولی همیشه خندان بود. این یک روحیه خیلی شاد میدیدی، صورتش برافروخته است. اون بغلی که به ملاقات میرفتیم کسی که اون بغل ایستاده بود اشاره میکرد دیشب مثلا زدنش، ولی میخندی. یه موقع بهش، من خودم یه دفعه بهش گفتم به چی میخندی؟ گفت به زندگی، زندگی زیباست، چرا نخندی؟ تو هم بخند. یعنی من اونجا بهش گفتم واقعا من میبینم که تو روحت آزاد، جسمت در بنده و ما برعکس، روحمون در بنده و جسممون آزاده. روحیه بسیار بالایی داشت زهرا. سال 67 میشه گفت که دو سال و نیم دیگه مونده بود که برای آزادیش، که همونطوری که اشاره کردم آخرین بار من خودم رفتم ملاقاتش، خیلی نگران بود. دو روز بعد از آتش بس بود، بعد ملاقات ها قطع شد. در شهر پیچیده بود که یک قتل عامیه، ولی هیچکی نمیخواست باور کنه. مثلا فکرش هم نمیکردیم، میدونستیم، میشنیدیم، ولی اینقدر این فاجعه عظیم بود که نمیخواستی باورش کنی. نمیدونم این خصوصیت انسانه که یه موقعی نمیخواد یه چیزایی رو باور کنه. بعد دقیقا به ما 5 آبان بود زنگ زدن و گفتن که 7 آبان زنگ زدن که 9 آبان بریم زندان. 10 شب زنگ زدن به خونه منم زنگ زدن. 10 شب اولا گفتن یه مرد رو بگو بیاد، میخوام باهاش حرف بزنیم. گفتم مرد میخوان چیکار؟ ما مرد نداریم. گفت پس نهم بولا بیاین اونجا بهتون بگیم. گفتیم کشتینش؟ من فقط گفتم کشتین. خب شرایط روحی خیلی واقعا شرایط خیلی سختی بود. هیچ، بعدش هم اونجا رفتیم، خانواده های زیادی اومد و اوائل مثل اینکه در وقتی که شروع کردن به اعلام قتل عام تو تهران توی کمیته های مختلف صدا میکردن، ولی گویا جلوی کمیته ها صفی بسته شده بود و از اونجایی که اینا میخواستن پنهانکاری کنن و کسی متوجه نشه و اینا، در نهایت تصمیم گرفتن همه رو ببرن اوین، جلوی اوین اونا. تمام روز برو بالا بیا پایین. اونجا هم خانواده ها رو اذیت کردن. من امروز یه چیزی رو میخوام عنوان کنم. ببین این جنایت رو کردن بر علیه زندانی های سیاسی. زندانی های سیاسی یک انتخابی کرده بودن. انتخاب کرده بودن که برای آزادی وطنشون مبارزه کنن. بعد این پدر مادرهای پیر، خانواده ها، اینها ناخواسته تو این افتادن، تو این ماجرا. هر دفعه که به ملاقات میرفتن بهشون توهین میشد، تأخیرشون میکردن. بالاخره رفت آمده خیلی طولانی بود. بعضی بچه ها رو شهرستان میبردن. این خانواده ها مجبور میشدن یه سفر بکنن برای ملاقات بچه هاشون. بعضا بچه های کوچیک داشتن این زندانی ها، بعد میبردنشون، میآوردنشون. یعنی واقعا وقتی که نظاری میکردین ملاقات ها رو واقعا هم هر قسمتیش یک جنایته، یک جنایت بر علیه خود زندانی ها، جنایت بر علیه پدر مادراشون، جنایت بر علیه فرزندانشون، و همه اینا رو میخواستن با پنهانکاری انجام بدن. وقتی که اعلام کردن شهادت خواهر منو، از خود من با شانتاش امضا گرفتن که ما محل دفن رو میدیم، بیش از 3 نفر نمیرین، گل نمیبرین، درخت نمیبرین و امضا کن. منم امضا کردم، ولی هیچ وقت محل دفنشون ندادن. ندادن هیچ وقت محل دفن ندادن. بعد ما دیدیم که به بقیه تو شناسنامه ها مینویسن، شناسنامه ها رو میگیرن باطل کنن و مینویسن که این در خانه فوت کرده. ما نمیخواستیم شناسنامه رو بدیم. اونم با شانتاج ما رو مجبور کردن، شناسنامه رو بردیم. من شناسنامه خواهرم هستش، نوشتن در خانه پدری فوت کرده، در خانه پدری فوت کرده. یعنی همه چی رو با دروغ، با پنهانکاری میخواستن پیش ببرن. ولی خوشبختانه من خیلی خوشحالم که امروز میبینم که همه تو جریان هستن، تمام دنیا میدونن این جریانو. و من واقعا از خانواده ها میخوام، خواهش میکنم که در مورد اینا صحبت کنن، در مورد فرزندانشون، در مورد عزیزانشون صحبت کنن همه جا، برای اینکه حق با ماست.
برای اینکه واقعیت کنار ماست. اینا دروغ میگن، اینا شیادن، اینا جنایتکارن، اینا باید محاکمه بشن، اینا باید جواب بدن. اینا به اسم خدا، به اسم دین این کارا رو کردن. من وقتی که با یک کسایی که ایرانی هم نیستن، بعضا مسلمان های کشورهای دیگه صحبت میکنم، میگن نه ما باور نمی کنیم. میگم چرا باور نمی کنیم؟ میگن نه اینا مسلمان هم نمی کنن. این کار ما تو نیست. میگم چرا بابا میکنن؟ بن لادن مگه نبود؟ اینم اینا از طایفه همونا، شاید این اونا اینا تازه معلمای اونا هستن. و من از هموطنان میخوام که واقعا در مورد اینا صحبت کنن، واقعیت ها رو بگن، رنج و سختی که خودشون تحمل کردن بیان کنن، دردی که این سالها با خودشون حمل کردن، اینی که نمیدونن بچه هاشون کجا دفن شدن، برای چی، چرا اعدام شدن. همین این رنج بزرگیه برای پدر و مادر. مادری که وقتی که نمیدونه پسرش کجا دفنه، دخترش کجا دفنه، وقتی که پدر میمیره عکس بچه ها رو با پدر دفن میکنه برای اینکه به همه بگه که من اینجا میام برای یاد بچه هامو گرامی بیارم اینجا. یعنی خانواده ها دارن با این صورت، با این غم، با این رنج بزرگ جلو میرن و واقعا همشون آرزو دارن. روزی که من خیلی مادرها رو میشناسم، همشون میگن ما آرزومونه که فقط اینا به ما بگن چرا و کجا دفنشون کردن، برای چی اینا رو اعدام کردن. اینا یه حکم داشتن توی دادگاه های که اونجا، مثل این که قاضی و دادستان و وکیل همه یکی بود دیگه، یعنی اینا هم حق وکیل نداشتن که وکیلی در کار نبود که اون موقع ها. و یکی اینم که با مجامع بین المللی تماس بگیرن، آدرسای ایمیلاشون هستش، خیلی راحت میشه تماس گرفت، شهادت های خودشون رو بفرستن، عکس این عزیزان رو بفرستن. و ما امروز دستمون پره واقعا و اینها رو به پای میز محاکمه بکشونیم انشالله. خیلی ممنونم از توضیحاتون.